شمار زنان در کابل در یک نشست اعتراضی در واکنش به فرمان رهبر امارت اسلامی در مورد زنان میگویند که در این فرمان درباره حق کار و آموزش زنان چیزی گفته نشده است. آنان از جامعه جهانی میخواهند که اوضاع حقوق بشری زنان را به گونه جدی در افغانستان بررسی کنند. همه هستی و حق زنان را با قانون بدیهی و اقتباسی فقط و فقط در چارچوب ازدواج و نکاح خلاصه کرده نیز نشان می‌دهد که آنچه طالبان در مورد زنان افغانستان می‌اندیشند از ساحت خانه و خانه‌داری فراتر نمی‌رود. این بانوان تاکید می‌کنند که امارت اسلامی باید برای تشکیل حکومت همه‌شمول زنان را در ساختار حکومتی سهم دهند. عدم پذیرش نماینده طالبان که پیشنهاد شده بود به سازمان ملل موجب این شده تا اونا بخواهن خاک بپاشن به چشم مردم و عوام فریبی بکنن. چرا؟ چون در مدت 4 ماه اونا هیچ واکنشی به دادخواهی های ما نشان ندادند. حق مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حقی است که باید به تمام زنان افغان داده شود. مهمتر از این بود که بگه دخترها به مکتب خود برند، دخترها به وظایف خود برگردن، دخترها حق داره مثل مردان آزاد زندگی کنن، دخترها حق داره بدون محرم سفر کنن. چون بعضی دخترها هستن که محرم ندارن، اونا مجبور میشن که به خاطر که طالبان را نمیمونه در جای سفر برن به دروغ یکی بگه که محرم است، که این قضیه خیلی بالای دوستا شده که بوام به نکاح اجباری وادار شده. این در حالی است که رهبر امارت اسلامی در فرمان تازه درباره زنان گفته که زن مال نه بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ کس آن را در بدل صلح بد داده نمیتواند.